سخنی خانم هلن عزیز بسیار بسیار به استودیو بس خوش آمدید سپاسگزارم درودی دارم خدمت شما و خدمت همه همراهان این برنامه بسیار سپاسگزارم که هم در این روز قشنگ گرم خوب تابستانی یه ذره باد خنک باد خنکش خوب بود خداییش باد خنکش خوبه بسیار به استودیو خوش آمدید زنده باشی سلامت چه خبر از این دنیا والا سلامتی چیزایی پیدا میکنین که من این قرار پیدا نمیکنم آره نه اینکه اول که پوزش میخوام برای هفته پیش چون من آقای آزادی میدونم دندون درد شدید و خلاصه الان هم هنوز یه ذره این لپه همچین برم من داره گفتم از تو. رفتین هوایی آره. رفت. عجب هوایی بود باور کو اتفاقا پ... دندان پزشکی بودم یه دونه تیوی زده بود به سخت بعد دریاها رو نشون میداد اون ماهی و کوسه و این چیزا که آدم رو سرگرم کنه من داشتم به این نگاه میکردم یعنی خب کمک میکنی یه ذر آدم فکرش مشغول میشه دل ما رو میسوزونی آره. که اونجا باشیم الان اینجا با سیرت آره. آره. کنار اون ساحل اونها بعد اونجا ولی <تصفح> بله خب طولانی هم بود تقریبا مرحله دومش مثلا سه ساعت من در اون حالت بودم آف. یعنی آره ولی حالا هنوز یه ذرش مونده منتها گفتیم خوب... برام هم سفر پخش کنه خوب راحت <تصفح> آره واقعا واقعا ولی خوبه همه چی خوبه خوب, 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 خوب فعلا در خدمت خوب در خدمتتون هستم بله شروع می‌کنیم اولش این که آقای محمد مرسی که می‌دونین یکی از رهبر حزب اخوان المسلمین یا همون برادران و مسلمان اخوان خب می‌دونین یعنی برادر دیگه ایشون 67 سالشون بود و در سن 67 سالگی گویا در دادگاه شروع میکنن این سری از دفاع کردن این دفاعشون به حدی هیجانی بودی که دچار حمله قلبی میشن و تا میرسوننشون توی بی بیمارستان بی فوت میکنن رای جمهوره به قول معروف اسبق بله ایشون میدونین که پنجاه سال جزء یعنی اه گرایش شدید اسلامی داره و اصلا این اخوانو داشت. آره داشت از این 67 سال عمرش 50 سالش اکتیو بوده و زمانی که سرکار اومد اولین کسایی هم که بهش تبریک گفتن آقای اردوغان بود هم, پال، پا هم پالی خودش مم. الان هم که میدونین آقای اردوغان ایشون شهید اعلام کرده چدی؟ بله سکته کرد. و آره میگن که نه حتما چنین چنانه در روز هزاران جوان سکته میکنه حالا خلصه برجت یه یعنی لقب شهید رو بهش دادن من نمیم در چه جبهی کشته شده که این شهیده حالا بماند برجد ایشون بلا فاصله هم مثل که بعد از چند ساعت ایشون دفن کردن خب البته میدونی این اسلامی ها اخلاقشون اینه که میگن که مرده رو با سری دفن کنی و یه روزه بعد بره روز زمین بمونه چون اون به خاطر اون چیز اخلاق مذهبیشون ولی این خبری بود که فعلا خیلی داغ بوده بعدم که آقای قالیباف و آقای قاسم سلیمانی شروع کردن همزمان جسته گریخته سری ویدیوهای بیرون میدن که کی؟ که شروع شده به تبلیغات که میگن هنوز اعلام نشده ولی احتمال این که هر دوی اینا جزء ای کسایی باشن که کاندیدای رئیس جمهوری میخوان بشن در آینده بسیار بسیار قویه کیو کی؟ آقای قالیباف و آقای آره. قالیباف بله بله شهردار قبلی تهران میدونین که ایشان... ایشون کیان ایشون خواهر مادر ایشون با خ... مادر آقای خامنه خواهرن یعنی پسر خاله آقای خامنه ای میشن

بعدا هم برای همین هم که اینقدر لفت و لیز کرد شهرداری تهران و خورد هیچ کس حریفش نشد کارش دیگه آره. آره ایشون الان مثلا اگه شما اون ویدیوش رو دیدین مثلا خندتون میگرفت همش روی جوونا که ما جوونامون چه نینن جوونا ها... چون خامنه ای برگشته گفته آره. رئیس جمهور جوون میخوایم آره. بعد آره. میخواد اینجوری یه سری مثلا بعد بج... رو هم چی بقولن کنه و یه ذره به هیجان بیاره و که خب چون جوونای ما زیادن در ایران میدونن کشور ایران جز یکی از کشورهای جوان جهان حساب میشه که میخواد اینجوری برای خودش یه سری رای جمع کنه خلاصه آقای قاسم سلیمانی هم که اصلا یک جوری حرف میزنه که شما ببینیش میگین نلسون ماندلا اصلا اینکه آدم کش نیست تو سوریه باور کنین یعنی اصلا آدم خندش میگیره خلاصه فعلا که اینا شروع کردن و امیدوارم که مردم ما دیگه دوباره یه بار دیگه نرن توی این چاهی که جمهوری اسلامی برای اینا میکنه بیفتن و, را. و متاسفانه آره و از اون برم که میدونی که جمهوری اسلامی شدیدا شروع کرده خودزنی با توجه به این کارهایی که میکنه و با توجه به اینکه الان من امروز صبح اتفاقا آخرین اخباری که گوش کردم مثلا اتریش آلمان خیلی کشور انگلیس مخصوصا خیلی بدبین شدن نسبت به جمهوری اسلامی و عمل کردش ماللو. و یه سری از این کارهایی رو که در مورد این کشتی هایی که در خلیج فارس بودن انجام دادن در واقع در دریای آره به دریای عمان و اون اول مانو شروع شد و بعد به دریای عمان کشیده شد اینا رو میگن باید یه دولت و یه قدرت این از دست یک گروه تندرو اسلامی خارجه که خب طبیعتا ما میدونیم شما میدونیم که جمهوری اسلامی هر چی که تو دنیا اتفاق میفته یه دست که چی انگشتی توش داره خلاصه به هر جد این شروع کرده خودزنی حالا من نمیدونم واقعا فکری نمیکنن که اگر اینا یه با واقعا جنگی شروع کنن چه سر مردم ایران میاد این همه زیر ساختای ما این هم مملکت ما این همه کشته ما با یه عراق شروع کردیم جنگ کردن هشت سال اونجوری بلا سرمون اومد حالا ما میخوام چه با قدرت های جهانی در بیافتیم من هم که شدیداً انگلیس اصلا امروز صبح شدید. مخصوصا اگر اخبار گوش کنید، یعنی اصلا موزش به حدی شدید و حتی بد نسبت به جمهوری اسلامی که اصلا غیر قابل تصوره این خبر مال هفته پیشه ولی خب حالا شما میدونید یه آقای بودش وزیر آموزش پرورش که گفت اگه جنگ بشه ما همه جوونامون دانش آموزامون میرن تا فنگ میگیرن دست میرن جیب کانادا آره حالا ایشون که میدونه اصلا استفاده داد الا استفا میگن داد ولی استفاده نداد انداختنش بیرون و من نمیدونم این آقا از بابت کدوم جوون میخواد حرف بزنیم من یکی اگه والا اونجا بودم اگه بچه‌م هرگز اجازه میداد می کار بکنه شما به خاطر خودخواهی خودتون خاطر که میخواین اونجا تنش به وجود بیادین بعد بچه بیچاره اون پدر مادری که با این سختی با این فشار زندگی بچه بزرگ کرده بعد بچه رو بیا تحویل شما بده بخاطر که شما بمونین جنگ عراق که تماشا شما با جان چیکار کردین هنوز تو میشه تو مملکت ما جان هست که نون نداره بخوره بله 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 یعنی بله آدم وقتی وضعشون میبینه واقعا گریهش میگیره وقتی میخواید دوباره بدین نه بابا جان حنای شما دیگه رنگی نداره خلاصه امام جمعه رشتم الانم که دیدین شدیدن به خاطر مسئله حجاب یا حالا کم هجابی بی هجاب که ما نداریم تو میهنمون کم هجابی داریم یا به قول خودشون بد هجاب داریم الان امام به خاطر همین سفر اخیری که اینا برای درگذشت خمینی و این چهار پونزه خورداد که پاشدن رفتن شمال که به جایی که برن سر قبر خمینی یعنی نشون داد بابا جا مردم نمیخوان شما رو مردم شما رو قبول ندارن تو تظاهرات قدس نبودن تظاهرات قدس امسال خودش یک زنگ خطر بود برای شما شما چرا نمیخوایم بفهمید اینا همه رفتن سمت شمال دیگه بعد الان امام جمعه رشتن برگشته آقای حیف که آقا آیت الله رسول فلاحتی به خبرگزاری مهر که مربوط به خود پاسدار میشه گفته که ما 28238 هزار و, و, و هشت خانومو، حالا دختر خانم و خانم رو در استان گیلان باشون به شدت برخورد کردیم حالا به شدت اخوند شما فکر کنیم فقط بعد میگه به همین منظور به خاطری که ما بتونیم این بیهجابی رو مخصوصا که در شمال زیاد هست چون خیلی از تهرانی ها میرن شهرستان ها دیگه میرن خب به هرجت خود خانمای شمالی هم حتما هستن دیگه به خاطر همین اینا اومدن آقای امام جمعه دستور داده یک به سپاه گیلان که اینا بیان دو هزار آدم رو حیف آدم دو پا رو که شعور ندارن که مش میتونن بزنن توهین کنن اینا رو بزنن تو گروه یعنی گروه بندیشون کنن این 2000 شخص و همون بهتره که بگم نفر رو بذارن توی گروه که اینا برن و شروع کنن به ها تذکر لسانی و عملی مثلا لسانی چی میگن شمید. نمیگن خانم محترم به فرض اینا حجاب دفت کن فلان فلان شده بعد اگه گوش نکرد، اونجا بیافتن به جونش بعد واقعا آدم وقتی اینا رو میاد جفته هم میذاره مثل اندونزی کشور بزرگترین کشور اسلامی جهان اندونزی دیگه اون هم یک گروه پلیس لسانی داره لسانی و حالا بعدش هم چکو، و چه حسابی حالا زندان و بعدش مراحل دیگه دو هزار تا جوون و یا انسان انسان که چرس کنم دو پای رو که شعورم ندارن نمیفهمنم اینا رو میخوان آموزش بدم بندازن به جون زن و دختره مردم توی شمال بخاطر که مثلا که طرفی زر روزش رفته عقب یا چه زر لباسش خونکه یا چه میدونم حالا هر چی این جزء خبرای بوده که اینه جنتی این احمد جنتی که من نمیدونم واقعا این چی که این با امام زمان خیلی ارتباط داره ایشون گفته که آره من میدونم دیدین که خیلی هم لرزش داره من, من 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 من, آره چی شده آره امام زمان ناراحته چرا چون به آیت الله خامنه ای مردم زیاد چیز نمیکنن یعنی اعتراف کرد آره امام زمان خیلی ناراده. ما نباید امام زمان ناراحت کنیم چون که امام زمان ناراحت میشه اگر ما به جمهوری اسلامی پشت کنیم یعنی جمهوری اسلامی رو کپلا کرده به امام زمان یعنی یه چیزایی هست دیگه البته بله ازمان... نمیدونم شنیدین یا نه میگن اسرائیل خطاب میکنه به دوستاش خب شنیدین نه اینو میگه جبرئیل شما سر کوچه بیز. اسرافیل شما هم آخر کوچه رو مراقب باش جرمی شما هم با رافائل وسط کوچه بیسی چهارچشمی نگاهتون به جلوی خونه باشه من و میکائل هم از پشت بوم وارد خونه میشیم الهی به امید تو طرح زربتی ازرائی برای به دام انداختن جنتی واقعا آره مرسی اینو أره. کامران عزیز برای من که جاش هست که ازش سپاسگزاری کنم بخاطر مطالب خیلی خوب که میفرسته ایشون فرستاده بود من تو راه خوندم ولی حضور زنگ نداشتم آره ولی واقعا من فکر کنم باید یه گروهی ضربتی تشکیل بشه تو اینو ببرم با خودش بیه دیگر. آره دیگه آره اگر بخوایم توی به دنیا هم یه نگاهی بندازیم خب خبرهای جنگ و این و اون و این ور. ولی من بیشتر خبرهای اجتماعی رو انتخاب کردم که یکی از میدونیم پنج تا یا شیش تا از ایالت های امریکا یک قانونی رو تصویب کردن که الان اگه اشتباه نکنم شیشمیشه یا هفتمیه لویزیاناست <تصفیح> که این قانون یک قانون اخته شیمیایی بهش میگن اینا آمده این قانون تصفیب شد تموم شد که به این معنی که اینا میان مردانی که مذکرانی که اینا متاسفانه نسبت به بچه ها دست میکنن اینا رو میبرن زندان دو تا راه حل در اختیارشون میذارن راه حل اول که اینکه یا زندان رو قبول کنن بمونن زندان که طبیعتاً هم خیلی طولانیه و بعد ممکنه زندانی دیگه این اصلا بلای سرشون بیارن یا اینکه اگه نمیخوان تو زندان باشن قبول کنن که اخته شیمیایی بشن یعنی چی یه سری دارو به اینا میدن که این داروهای هورمونی باعث میشه که اینا از اون حالت ببینم اخته کدومه اونی که آدم بچه دار نمیشه ازن ازن دیگه حس مردانگی ازشون میگیرن آره. های. آره بعد می... جالب این که این اندونزی که گفتم که این قانون لسانی داره این قانون داره ها اندونزی همچین قانونی رو گذاشته برای آقایونی که مردانی که آقایان که هیچ حیفی آقا ولی مردانی که این حالت رو دارن ولی ایالات لوزیانام که جدیدا این قانون رو تصویب کرد و به این شکلی که میگم اون دارور میدن جالب این که پول این دارو هم باید خود طرف بده یعنی دارو مجانی نیستش کره شمالی که حتما میبوره به جان خودم آره؟ یه آره؟ روزه میبره میبوره آره. عمل میکنه چه میگه میندازه بیرون آره. باید باید. خلاصه برجد من با اینکه با ولد مخالفم ولی به نظر من کار درستیه با تمام احترام برای کسایی که یه این حرف رو من قبول لند. چون مم. به نظر من زشتترین بدترین غیر قابل بخشش حرکتی که در مقوله بچه میشه انجام داد و یک آقایم به نام مایکل حالا فامیلش یادم رفت چون اخبارو چیز کردم شنوایی گوش کردم اینا ایشون شکایت کرده گفته که چرا ما بعد روز پولای تو میدونی که یه سری پولای امریکا روی اگه اشتباه نکنم سکه یا دلاراشون نوشته که ما به خدا ایمان داریم ایشون یک شخصی هستش بله این گاد وی تراست آره ماره. گفته که ما این شخص خدا باور نیست یعنی به خدا مثلا اهل دین نیست گفته که شکایت کرده به دیوان عالی کشور که شما باید این جمله رو از روی این اسکنانس ها که یک دلاری هستن بردارین یا یه روی سری سکه ها و این جالب نیست و ما یک کشوری هستش که مربوط به هم به غیر ایماندار است و ایماندار و متاسفانه دیوان عالی موافقت نکرده گفته که این جمله به ایمان و عقیده ما برمیگرده و تا زمانی که ما این ایمان و عقیده رو داریم این جمله باید بمونه ولی من فکر میکنم هر چیزی اول شروع میشه اینجوری ولی بعد برش میدارن چون این الان مایکل این آقا شروع کرده ولی ادامه خاطر. البته من بهتون بگم آمریکا یا بسیار مذهبی است. بله, بله، فکر نمیکنم. بله، البته من فکر میکنم فشار من فکر م. میکنم فشار یه گروه های دیگه. حالا درصد بگید. آره. خلاصه یک خبر پزشکی یک یا دو تا خبر پزشکی دارم که 3500 تن رو یک گروه دانشبندهای آمریکایی اومدن تحت کنترل گرفتن. از بین این 3500 تن 2318 توشون که مو در طولانی مدت اینا فوت شدن بعد اومدن علت فوت و جویا شدن متوجه شدن که کسایی که صبحانه نمیخورن اثرات نادرستی در سلامتیشون داره و حتی عواملی چیز بیماری هایی مثل دیابت و کلسترول اینا عوامل این عواملی که باعث اینا میشه همون نخوردن صبحانه است و این دانشمندان در ایالت آیاوا امریکا بودن و شدیدن شدیدن اختار دادن که بایستی صبحانه خورده بشه صبحانه خورده نشه میتونه دوچاری سری مسائل اینجوری بشه و رو قلب خیلی اثر میذاره و قند خون بالا میبره طبیعتا کسایی که به بادام زمینی حساسیت داری این خبر دوم پزشکی که جالب بود یه سری دانشمندا پژوهشگرانی که فکر میکنم انگلیسی باید باشن اینا آمدن دیدن که خب این خیلی خیلی از این بابت مشکل دارن و متاسفانه میتونن جونشون رو ریسک را کنن داوطلبانی ایده رو خواستن اون ایده رو اومدن تحت نظر گرفتن و اینا اومدن چیکار کردن بادوم زمینی رو آب پس کردن چون متوجه شدن وقتی اینا آپز میکنن اون پروتئینی که در اون بادوم زمینی هست که باعث میشه اون حساسیت به وجود بیاد این کاملا از بین میره و این شخص دیگه دچار اون عوارض آلرژی نمیشه برای همین اینا اومدن شروع کردن که اینجوری شروع کنن بدن که طرف عادت کنه بدنش و بعد حالا خب مرحله به مرحله اینو در بدن اون شخص ضعیف کنن میگن اگر اون چیزی که در مد نظر اون دانشمندان هستش انجام بشه یک پیشرفت خیلی خیلی بزرگی خواهد بود یا یک کشف بزرگی خواهد بود در جامعه جهانی در دنیا به خاطر اینکه خیلی هستن تو در حتی نزدیک بادوم زمینی که میشن حالشون بد میشه که همین چند وقت پیش یه بله. نفر توی هواپیما متاسفانه حتی دچار خفگی و مرگ شد به خاطر که طرفی که بغلش نشسته بود مشروب چیز کرده بستل کرده با بادم زمینی شروع کرده خوردن حتی بوی اون بادوم زمینی اون شخص این آخه رو... چیز این کسایی که حساسیت به بادوم زمینی دارن باید حتما قبل از پرواز بگن ام. چون هوایی توی هواپیما بسته است یا هوایی که شما سوارش میشین ام. تا پای میشن یکی و همش فیلتر و میچرخه من. از توی هواکشا میره ام. و فقط کافی یکی اون صندلی ته ام. بادوم زمینی باز کنه یه ذره فقط همین پودرش اینا بیاد این تو تا از اون طرف بیاد اینا بنده خدا ها حتی خفگی های شدید بشه متصفان مالی کشور حالا جهان سومی بوده حتی نگفته بوده نگفته آره نشسته بوده و متصفان بر... متوجه شدن که این حالش خیلی بد شده بعد که فهمیدن که بله این بادوم زمینی که این شخصی هم که کنارش بوده بیچاره بی خیلی دچار عذاب وجدان شده در که واقعا نمیدونسته برای این اگر این چیزی که دانشمندان انگلیسی بهش رسیدن انجام بدن و درست بشه بسیار بسیار میتونه کمک باشه برای خیلی از این افراد در فیلیپین یک قانون خیلی جالبی هست که برای من خیلی جالب بود میگه که دانشجوها میدونی که هر دانشجوی برای اینکه مدرکش رو بگیره باید یه پایان نامه بده و بنویسه و بده و به خاطر اینکه بتونه اگه به مورد قبول واقع بشه اون مدرکش رو بهش میدن ولی تو فیلیپین اومدن یه قانونی رو این جالبه یه چیز مثلا یه دانشگاهی دلش بخواد یا, یا مثلا میلیو ونلیک باشن یا آدمای نه یه قانونی رو تصویب کردن هر دانشجو زمانی که پایان کارش میده با ده تا درختم بکاره و نشون بده ها که ده تا درخت کاشته باید. و آره این کار باعث میشه که طبیعت فیلیپین خراب نشه جهان به جهان خدمت میکنه در زم خود اون شخص خیلی محتاط میشه نسبت به اینکه بخواد در آینده وقتی خودش پدر یا مادر میشه به فرزندانش یاد بده و این بسیار فکر جالبی آفرین به این قوانین جالب که تصویب میشه ما نفتو داریم متاسفانه این بلای سیاه ما رو بدبخ کرده چون هر کی میاد فقط میخواد بخوره و ورداره بره و هیچ زحمت هیچ کاری نیست در صورت که ما اینقدر منابع خوب و طبیعی و در زمین قد آدمهای دانا و توانا داریم که میتونیم خیلی کارا بکنیم ولی متاسفانه شدیم این بچه پولداری که بابا ننه پول داره و اصلا بی خیالی فرانسه یک کشور اروپایی کوچیک با فروش یک دارو فقط یک و نیم برابر پول نفت ما درآمد داره رئیس انجمن زیستشناسی ایران اینو اعتراف کرده گفته گفته در حال حاضر کشور فرانسه با تولید یک داروی زده سرطان که ما ازش می خریدیم ما قبلا ما این دارو رو از رو می خلیدیم. ایشون رئیس انجمن زیست شناسی ایران نشسته گفته که ما زمانی که این می گرفتیم این داروی سرطان یک و نیم برابر درآمد نفتی ما در یک سال درآمد زایی داشته برای دولت فرانسه یعنی جمهوری اسلامی اگر قرار بود این پول رو بده به دارو رو بیاره کشور بایسی برابر با پول نفتش پول میاد که البته خب میارن بعد قاطی میکنن سبک سنگینش میکنن داروی الان داروی اصلی که تو ایران پیدا نمیشه متاسفانه خیلی دست خورده ولی کلا دارم میگم ببینین چند تا آدم نشستن یه دارو رو درست کردن حالا شما فکر کن فقط به ایران اینجوری میفروشن اگه بخوام به کل دنیا بشن چه درآمدی داره و ما متاسفانه فقط چشمون دوختیم رو نفته در میهن آفتزده زده ما که ما چقدر مدارس خراب داریم بیمارستان های خارج از استاندار داریم خانه سالمندانی که آدم واقعا وقتی میره توش گریش میگیره چه میدارم خیابون همون خونه سیلمون زلزلمون جنگمون خورمشهرمون بممون همه اینا هیچ یک سر اومدن سطل زباله درست کردن که البته پولش جمهوری اسلامی داده فکر نکنین عراق داده اینو سطل زبالهای های هوشمند درست کردن همه هم نزدیک شهر مقدس اسلامی کربلا دیگه هم دیگه نمیگن بهش کربلا شهر مقدس حالا میخوان جایگزین اون مکه و چیزی میکنن دیگه یه سری سطل زبالهای های هوشمند گذاشتن که اینا وقتی پر میشن از طریق اون چیزی که دارن به اصطلاح سنسوری, سنسوری که, دارن. که دارن اعلام میکنن به اون دفتری که مسئول برداشت این زباله هاست که بیان و سری زباله رو تخلیه کنن مبادا بود در بیاد به شهر مقدس کربلا توهین بشه بگن بوی امامت اونجا نیست و بوی تربت نیست و مثلا بوی زباله هست خانم ببخشید من شهرمنده وانم زهرا این حضرت زهرا چیه من که خواهر بچه هست یا این زنه خ... نه این, خ... این خانم خواهر چیز دیگه خواهر یکی از دختران علی دیگه آه. بله. شما فقط این ساختمونی که ساختن رو بله. دیدین فراری که 14 یا 15 برابر اون کربلا رو که خود مرقد حسین رو بزرگ کنن اون یکی رو هم که دیدین چه بودجه من عکساشی دیدم من ف... ف... فیلم رو میخوای یه گوش هایی شوارتون بله. شما نگاه بکنید بله. من اصلا, اصلا, بله. اصلا من باورم نمیشه بله. شما نگاه بکنید نگاه کنید و سلام نامه تمام اینم صداش بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ بله. 18 سپیده 1398 تشکیل داشت همین تازه است دیگه خب قسمت خیلی کوچیکی از صحن خانم فاطمه زهرا خانم فاطمه زهر. بله. خب شما اینجا رو داریم میبینین حالا سب کنیم حالا میگه تشبیه بیاریم داخل این ف... فاطمه دختر چیزه دیگه زن علیه دیگه اوکی اوکی حالا تو رو نگاه کنیم بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسلام بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسلام هم هم سنگ مرمر و اینا بعد کجا حتی خدا که خونه داره اینقدر بزرگ نیست این دایشی هم هم گرونی داره حرف میزنیم بعد شما نگاه کنیم بله تازه میگه آماده نشده آره. یعنی عددهای آره. میلیاردی که بیرون برده میشه میلیاردی می... چون بدن اینا از توی این پول میارن بله بله اینو بدن رو رو این آدم م... این معدن طلا برای اینا دیگه فاطمه زهراست دیگه بهش میگن زهرا, خ... ب... زهرا خانم بتولم بهش میگن هزار ولی رق... بله. بله. بله ایشون خانم حضرت علی دیگه علی. مادر حسن حسین بله بله. ببینی اینا روی جزو... چهار تا سات سا کردن ام. علی فاطمه حسن و حسن, حسن نزیاد حسین چون حسن معامله کرد خوشگذرون بود جنگ نکرد هیچ ولی حسین و بعد تو ایران خودم که رضا و خواهرش از... که معصومه است که توی قومه میدونی خواهر شاه ای... ها... که پسر عموشه اوکی آره. اینا خودش من چیزه نا شاه ببخشی نا. شاب ببخشید نا. نا آره ولی اینا چون اولا به خاطر اینم زیاد چیز میکنن به خاطر که زن علیه برای که علی پیشواش نه جالب آخه ببینید شما عددا رو نگاه کنین یعنی شما اینا, عددها اینا یعنی ببینید اگه این بودجه‌ای اینا... که خرجی میکردن ما هرگز چیزی به اسم فقر نداشتیم سیستان بلوچستان نخواهی. نداشتیم اگر اصلا. این پول ما هرگز اون استانا نه فقط یه شهرشا استانی به اسم سیستان بلوچستان با این شکل شمایل امروزی ما نداشتیم بعد تازه حالا سطح زبالاش سنسور گذاشتن که تو بودر نه که مبادا اونجا به حرمت ساعت مقدس چنین و چنان تو این بشه بگن ای اینجا بود بد بوده ولی بچه های ما تو ب... زباله ببین شما سیلزده ها رو ببین سیلزده ها رو ببینین تو خوزستان تو اون گرما ببینین چجوری زندگی میکنن ببین همین سرپل زهاب و کرمانشاه رو ببینید ببینین چجوری زندگی میکنن نه دیگه بی خیال دیگه یک چیز جالبی هست میدونی که توی خیلی کشورها رشوه و باجو و نمیدونم زیر سیبیلی میخوان دیگه هندوستان اومده کار جالبی کرده اومده دو نیم میلیون اسکناس روپیه چاپ کرده در اختیار مردم گذاشته okay. یعنی هیچ ارزش مالی ندارن فقط شبیه اسکناس هن. بعد روشون هم صفر زده وقتی که میری توی اداره ای معمولا همم هم دسترسی دارن به این پولا این روپیه های صفری یعنی بی ارزش زمانی که طرف درخواست رشوه میکنه اونو میذارن بهش میدن بخاطر که یه پوسخندی بهش بزنن و آه. کم کم این به این اخلاق رشوه گیری رو طرف خیت کنن اینجوری توی عمل انجام شده که طرف کنه خب رشوه است و پول و تو پاکت بعد میبینه نه روپیه صفره یعنی بی ارزشه اینا با این کار میخوان آهسته آهسته این مسئله رشویگیری و چه میدونم پول گرفتن و زیرمیزی و این چیزها رو بردارن که طرف یاد بگیره کار کنه و در قبال کارش بایستی پول میگیره حقوق میگیره و باش در قبالش کار کنه و به مردم سرویس بده یک مدرسه جالب توجه عزیزان یک مدرسه در چین این چین همه کار میکنه باور کنید یه مدرسه ساخته مدرسه جالبه شهریش هم خیلی زیاده ببینید شهریش اینقدر زیاده که خیلی 3100 دلار آمریکاییه خب برای اونام زیاده 10 تا سی جلسه دخترا رو میبرن اونجا آموزش میدن که چجوری شوهر پیدا کنن اه. آره اینجا شوهر چجوری پیدا کنن آره، چجوری با چه عکس باید بکنن چه رو چجوری بفرستن داشته باشن یا حتی صحبت کردن و بعد جالب این که تو این کلاس ها که بین 10 تا 30 جلسه از 3100 دلار هم با قول اینا کستا میکنه و یا باید خرج کنن میگی یکی از آموزش های خیلی مهمش نحوه آرایش کردنه که تو باید یاد بگیری چجور آرایش کنی که طرف از تو خوشش بیاد و بعد یکی اینکه یاد بگیری طرف اگه داره با به تو دروغ میگه میخواد از سو استفاده جنسی کنه یا نه واقعا قصد ازدواج با تو داره این دو, دو موضوع خیلی گرونده یعنی نهاییه حالا بقیه چیزا هم حالا این کارو بکنین این لبندی رو بکنی اون چیزی هم که بیخیال حالا قول اون برنامه فیلمی که ما میدیم تو ایران لبندی به راست لبندی به چپ اینا هیچ آره. ولی این چیزا گروندش یعنی پایه و اساس این چیزه گفتم جالب این چین به چه کارایی وانی می داره یک کتاب خونه هم هستش تو لس آنجلس این برای من خیلی جالب بود دیدین که خب خیلی ما ممکنی یادمون بره کتابا رو سر وقت بدیم به کتاب خونه طبیعتاً جریمه میشیم دیگه بله 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 در همین جهان هست یک کتاب خونه فقط در لس آنجلس اومده یک ابتکار به خرج داده برای بچه ها بزرگا که کتاب دیر میبرن با جریمه نقدیر بدن ولی بچه ها کتاب های کودکانو زمانی که یک جا... جا... کودکی که میتونی کتاب بخونه و کتابشو دیر میبره بده در یک صورت میتونه به صلاح جریمه پرداخت نکنه که بشین اونجا یک ساعت کتاب بخونه یعنی معادل پنج دلار مثلا من اگه کتاب بچه من کتابش رو دیر برده بده فرزن باید ده دلار جریمه شه باید حتما یه چیزی حدود دو ساعت اونجا بشینه مطالعه کنه بعد زمانی که نشست مطالعه که حالا حتی اگه کتابم علکی دست بگیره ولی این کارو میکنن به خاطر که به جوونا یاد بدن کمتر سرشون تو این موبیلا و این آیپدا و این جوای الکترونیکی این باشه و بعد بیشتر کتاب بخونن و این خیلی برای من جالب بود آفرین خانم محسن ترین فرد اروپا هم در گذاشت 116 سال کی بوده مال کجا بوده مال ایتالیا معمولا من اینا آره. همشون ایتالیا هم اینایی که خیلی محسن آره. میشن ببین چرا علتش از بس شراب میخورن و پنیر آره؟ باور کن مثل فرانسویان دیگه آخر؟ شراب خیلی میخورن اتفاقا با من... اسمش هم بود پوگیو امپرا... امپریال بل. ام. آره. بله پوگیو مرت بله عمرش داد به من وای اگه داشت خودش میگه آره، بعد عمرش داد به عمر داد به جنتی در هر در فلانی مرد عمرش داد عمر به شما اگه داشت خودش میگه واقعا آره 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 خلاصه اینم از این ولی یک بیاتونه چند وقت پیش یک اوکراین رئیس جمهوری جدید گرفت که این آقا یک کمدین بود یعنی از اینا که میسته روی توی جاهای مختلف برای ما کمدی اجرا میکنه که خیلی برای خیلیا عجیب بود ای چه جوری فلان اصلا شانسی شانسی هم شد واقعا نمیخواست برای مزحک خودشو کاندیدا کرد ولی واقعا رأی آورد و شد رئیس جمهور اوکراین حالا ایشون چه ببینین این شوخی آقا شوخی. آره این آقا شوخی شوخی کمدین سیاستمدار نیست اصلا هیچ بقول خودش چارت کتاب سیاسی هم نخونده اما حالا ببینید چه حرفی زده ایشون آقای زلس، زلسنکی اگه اشتباه درست خونده باشم یا حالا ر... رئیس جمهور اوکراین گفته یا زلسنکی حالا هرچی ایشون گفته که بر دیوارهای اداره ها نمیخوام عکس من رو نصب کنید ازش پرسن خب چرا؟ تو رئیس جمهوری وقتی وارد میشن باید باشه تا حالا بوده گفته نخیر رئیس دولت مدل نیست الگو نیست که عکسش مثل اون هر پیشا به در و دیوار نصب کنید به جای اون هر کسی تو اداره باید عکس فرزندانش رو نصب کنه روبروش تا هر بار تصمیمی میگیره به چهره اونا نگاه کنه و به فکر آینده اون بچه ها باشه باریک. باریک. ببینید این چه سیاست مداری توی دنیا میتونست اگه هزار تام کتاب سیاسی میخونید یه همچین حرف زیبایی رو بزنه چون زمانی که ما فرزندمون جلومون هستش متوجه میشیم که این مملکت مال اونه پس شاید یه ذره اون وجدان ما شاید اون مورال ما تکون بخوره و ما یه کار درست انجام بدیم دیگه حداقل یه سری اشتباهی که خیلی از ماها تو اداره میکنیم متاسفانه متاسفانه تو کارمون انجام مم. ندیم یک دکتری هم به نام دک دکتر نیکولاس کریستاکیس و جیمز فولر محققان دانشگاه هاروارد در دانشگاه سن دیگو به این نتیجه رسیدن که باید با اطرافتان رو با آدم های مثبت پر کنید چون شادی واگیردار است این دوتا آقای دکتر که محقق هم هستن در دانشگاه هاروارد هم کار میکنن اینا متوجه شدن مشکل افسردگی زیاد شده مشکل روحی زیاد شده متاسفانه با اینکه زندگی راحت شده آرامتر شده خیلی امکانات بیشتر شده اما مردم خیلی رنج میبرند. و دلیلش هم اینی که کم میخندن کم خوشحالن اینا متوجه شدن که چجوری میشه یک آدم بیشتر بگه خنده یا بیشتر خوشحال باشه فقط مسئله خندیدن هم نیست اون حس خوشحالی با وجود دوستان آدم ها و اطرافیان مثبت بر همین میگه اگر احساس کسل بودن میکنید با یکی از دوستانتان ارتباط بگیرید کسی که از شما می نه به هر دوستی ها مثلا دیدی زنگ زن به دوستت میگه هوا بده میگه ای مردشوی شوی ببرن هواش اینجور نه با اون اصلا به اون زنگ نزنی هیچ وقت به یکی زنگ بزنی که برگرد بگه برف بارونه ولی خب برف و بارون هم زیبایی خودشو داره برف و بارون هم یه جزی از طبیعته بعدم بی خیال مگه آدم آدم میتونه خوشحال بشه بشین توی کافتریا برفم بیرون بیاد با اونا دوستی کنی میگه که با اونایی که از شما خوشبینتر و خوش و شادترن دوستی کنید چون مغز ما بر اساس گفتای علمی داره میگه ما همیشه خودمون مثلا میگیم طرف انرژی مثبت داره همچی چیزی نیست اینا اومدن نشون دادن همون انرژی مثبت یا خوش اخلاقی مثلا ما دیدیم قدیما میگفتن طرف نفسش چقدر سبوکه م. این همینه که الان اینا از طریق علمی ثابتش کردن میگه مغز ما یک نرون های داره که هر چیزی رو که ببینه ابراز میکنی یعنی اون چیزایی که همون حرفی که ما قدیمی همون بنوانی که نفسمون سبکه و چه میدونم طرف خوش اخلاق و طرف انرژی مثبت داره و طرف چنین چنانه این در اصل اون حالت رو به اون نرون های مغزی ما میده بعد نرون های مغزی ما مثل آینه است اون چیزی که از اون میگیره منعکس میکنه در وجود خودمون برای همینه میگه هر وقت بنابراین هر وقت نیاز کمی به القاء مثبت بودن داشتید با کسانی که این امکان را به شما میدهند ارتباط برقرار کنید از آدمای منفی واقعا دوری کنید عالمين. از حاجی یا امام جمعه مسجدمون سوال کردم حاجی شما. شما حاجی. شما آره. حاجی تقلب رسوندن به بچه ها سر جلسه آزمون گناه محسوب میشه یا دخالت. حاجی گفت پسرم این گناه بزرگی است شما نباید دخالت کنی و بذاری دوستات خودشون امتحانشون رو بدن یا مثلا کمکشون نکنی سر جلسه باید خودشون سنجیده بشن. باز گفتم ببخشید حاجقا این دنیا مکان آموزش الهی نیست. حاجاقا گفت استغفر الله بله پسرم اینجا آموز... مکان آموزش الهیه و خدا به قول معروف داره ما رو میبینه گفتم خب پس چرا شما توی آزمون الهی دخالت میکنین که مردم چطور زندگی کنن بذارین آقا خودشون سنجیده بشن یا به اون همونی که تو بهش اعتقاد داری میگی مکان الهیه اون خودش اینا رو میسنجه شما نمیدونی میخواست با تسبیحش منو خفه کنه <applause> که فرار کردم اینم از آخوندهای ما با موزیک موزیک گوش کنیم بریم آره یه سری برگردیم کلی مطلب مونده وای بله فریدون اسرائی بود خانم هلن بله، عزیز درسته بله کار بله، بسیار قشنگ از ایشون ایشون هم که سالها کانادا زندگی کردن و بعد رفتن ایران و خلاص خواننده شدن و دیگه موندگار شدن در ایران هم بله. همه از ایران میرن کانادا بله نه ایشون <تصفح> ایران میرن کانادا بله ایشون اونجا شانسیش بیشتر بود در فروش خب تا بیاد معروف بشه خیلی دیگه بله. میگه وقتی درزم با... در زم خوش آمد میگم به دوست عزیز و نازنی که الان زنگ زدی من نمیدونستم خوش اومدین به سوئد <applause> نزهت عزیز آره برجت حتما با تماس میگیرم خوشحال شدم از اینکه اینجایی و صدای یعنی برنامه رو گوش میکنیم <applause> میگه وقتی بچه هستیم دقت کردین ما ایرانی ها اینجورییم وقتی بچه هستیم میگم بچه است بابا نمیفهمه وقتی جوون هستیم میگه ای بابا جوون و حالیش نیست نمیفهمه وقتی پیری میگه پیر و حالیش نیست فقط وقتی که میمیری میان سر قبرمون رو میگن عجب انسان فهمیده ای بود البته من کسایی چوخانه قضا تو گلوتون گیر کرد یک پرسش مهم از همه شما قضا تو گلوتون گیر کرده در حال خفه شدن آره من من من. دو تا انتخاب دارید اول اینکه یکی بیاد بزنه پشتتون قضا از گلوتون رد شد نفس بکشید اکسیژن بهتون برسه یا اینکه اون طرف بیسته اونجا براتون دعا کنه تا خوب بشید نه والا ما اولی باید کمک کنه اون مشته رو میخواهیم <applause> مشته که آره. یعنی من چون غذا تو گلوم گیر کرده میدونم یعنی آره. تمام زندگی من آدم چشم شما آدم میگذره متاسفانه یه سری با افراد بازی میکنن طرف بیماری داره مشکل داره ببینیم دعا کنیم برات ببینیم نه من سک کتاب بابا جان نیست این صحبت این یک مثال خیلی ساده است یه لغمه میتونم یه, خل... یه دونه فندقی گیر کنی تو گلوتون بشینی براتون دعا کنی یا بیاد بزنی پشتتون که گلوتون واشه زندگی به همین شکل دیگه بقیهش همه داستانه داستان داستان پوله ها که نام همه آخوندا ساختن شنیدین تو زربون مثلا ما ایرانی میگن با خدا باش پادشاهی کن با واقعا خدا. این مستاق اصل آخونداست <applause> تو بیمارستان <applause> تو... <applause> نه تو بیمارستان تو سفن نه سربازی میرن نه مالیات میدن نه کار میکنن نه دستاشون تاول میزنه نه زحمت میکشن نه تو صف گوشت یخی و چه میدونم روغن و مرغ اینا وای میسن خب اگه مستاق پادشاهی نیست پس چیه البته به شرطی که مردمش مردم ایران باشن و... آه خب معلومه دیگه آره، پادشاهی برای آخی... بودن نمیدن. آره البته اینم اخوندا گفتن دیگه با خدا پاش پاجی خیلی ازم بالا ایمان ندارن خیلی هم زندگیشون خوبه این فقط ما تو ایران در آوردیم دیگه اینم چون اخوندا گفتن یه چیز دیگه هم میگن میگن چه عضوی البته سعدی بیچاره اینو گفته حالا ببینید میگه چه عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار مهار. ولی الان تو ایران ما اینطوری شده میگه چه عضوی به در آورد روزگار دیگر عضوها پا گذارند فرار متاسفانه یه چیزای میخوام من امروز برای نه امروز... چیزی هم میشه گفت چوزوی به درد آور روزگار همه ها رو در میارن فرقی هم نمیکنه کجای دنیا هست عکس تو گیرن. صورت که میدونی ممنون میکنن یعنی جریمتون میکنن به محض اینکه مثلا یه جای تصادف شده آه آره. بعد پس شما با ماشین آره. داری رد میشی وایسدی عکس میگیری آره. و اینا پلیس همونجا که ایستاده دار... قشنگ میزنن آره. به نظر نهایت بی خیلی یه چند تا چیز فکاهی هستش فقط بخاطر که یه خزر روحیمون عوض بشه براتون میخونم میگه که بابام هر وقت حالش خوبه به من میگه برو زن بگیر پسر